سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز داستان جذاب بنبست از آقای صادق هدایت بزرگ، نویسنده بزرگ رو با هم دیگه میخونیم و میشنویم. لطف میکنید از اینکه ما رو میبینید لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم حتما بزنید و حتما ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید و اگر انتقادی یا پیشنهادی هست حتما در قالب کامنت ها برامون بنویسید. متشکرم. داستان بنبست، نوشته صادق هدایت. شریف با چشم‌های متعجب، دندان‌های سفید محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، 22 سال از عمرش را در مسافرت به سر برده و با چشم‌های متعجب‌تر، دندان‌های آریه و پیشانی بلند چین خورده که از تاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر به شهر مولد خود عودت شده بود. او در سن 43 سالگی پس از طی مراحل زباطی، دفترداری، کمک محاسب و غیره به ریاست مالیه آباده انتخاب شده بود. شهری که در آنجا به دنیا آمده و ایام طفولیت خود را در آنجا گذرانیده بود. زیرا همین که شریف به سن 12 رسید، پدرش برای تحصیل او را به تهران فرستاد. پس از چندی وارد مالیه شد و تا کنون زندگی خانه بدوشی و سرگردانی دور ولایات را به سر می برد. حالا به واسطه اتفاق و یا تمایل شخصی به آباده مراجعت کرده بود و بدون ذوق و شوق در خانه موروثی و یا در اداره مشغول کشتن وقت بود. صبح خیلی دیر بیدار می شد، نه از راه تنپروری و راحت طلبی، بلکه فقط منظورش گذرانیدن وقت بود. گاهی ویرش می گرفت، اصلا سر کار نمی رفت، چون او نسبت به همه چیز بی‌اعتنا و لاابالی شده بود و به همین جهت از سایر رفقای همکارش که پررو و زرنگ و دزد بودن عقب افتاده بود. چیزی که در زندگی باعث عقب افتادن او شده بود عرق و تریاک نبود، بلکه خوشتینتی و دلرحمی او بود. اگرچه شریف برای امرار معاش احتیاج به پول دولت نداشت و پدرش به قدر بخور نمیر برای او گذاشته بود که به اصطلاح تا آخر عمرش آب باریکه‌ای داشته باشد و شاید اگر گشادبازی نمی کرد و پیروی هوا و هوس را نکرده بود بیشتر از احتیاج خودش را هم داشت، ولی از آنجایی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمی توانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت میز اداره برای او عادت ثانوی و یک نوع وسواس شده بود، از این رو مایل نبود که میز اداره را از دست بدهد. پس از مراجعت همه چیز به نظر شریف تنگ، محدود، سطحی و کوچک جلوه میکرد. به نظرش همه ی اشخاص ساییده شده و کهنه می آمدند و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند. اما چنگال خود را بیشتر در شکم زندگی فرو برده بودند. به ترسها، وسواسها و خرافات و خودخواهیهای آنها افسوده شده بود. بعضی از آنها کم و بیش به آرزوهای محدود خودشان رسیده بودند. شکمشان جلو آمده بود یا شهوت آنان از پایین تنه با آرواره هایشان سرایت کرده بود. و یا در میان گیرودار زندگی حواس آنها متوجه کلاهبرداری، چاپیدن رؤایای خود، محصول پنبه و تریاک و گندم و یا قنداق بچه و نقرس کهنه خودشان شده بود. خود او آیا پیر و ناتوان نشده بود؟ و یا با منقل و وافور و بطری عرق به امید استراحت به شهر مولد خود برنگشته بود؟ خواهر کوچکش که در موقع آخرین ملاقات با او آنقدر تر و تازه و جوان و سرزنده به نظر می آمد حالا شوهر کرده بود. چند شکم زاییده بود، چین و چروک خورده بود. شیارهای مثل جای پنجه کلاغ گوشه چشمش دیده می شد که با سکوت بلیغی به منزله آینه پیری خود شریف به شمار می رفت. حتی شهر سرخ گلی و خرابه‌ای که گویا به طعنه آباده می نامیدند برای او یک حالت تهدید کننده داشت. شاید دنیا تغییر نکرده بود و فقط در اثر پیری و ناامیدی همه چیز به نظر او گیرندگی و خوشرویی جادویی ایام جوانی را از دست داده بود. فقط او دست خالی مانده بود، در صورتی که آنهای دیگر زندگی کرده بودند. سالها گذشته بود و هر سال مقداری از قوای او از یک منفذ نامرئی بیرون رفته بود، بیان که ملتفت شده باشد. به جز چند یاد بود ناکام و یکی دو رسوایی و کوشش‌های بیهوده چیز دیگری برایش نمانده بود. او فقط لاشه خود را از این سوراخ به آن سوراخ کشانیده بود و حالا انتظار روزهای بهتری را نداشت.
در اداره تمام وقت شریف پشت میز قهوه‌ای رنگ پریده در اتاق بالاخانه اداره مالیه میگذشت. خمیازه میکشید، لغت لاروس را ورق میزد و عکس‌های آن را تماشا میکرد، سیگار میکشید یا سرسرکی به کاغذهای اداره رسیدگی میکرد و یک امضای گل و گشادی زیرش میانداخت. ولی در خارج از اداره برخلاف رؤسای ادارات که شبها دور هم جمع می شدند و بساط قمار را دایر می کردند، او با همکاران و رؤسای سایر ادارات مراوده و جوششی نشان نمی داد. او کنارگیری و گوشه‌نشینی را انتخاب کرده بود. در منزل وقت خود را به باغبانی و سبزیکاری می گذران. بیشتر وقت او صرف بساط وافور و تشریفات آن می شد. بعد از آن که غلامرضا منقلی برنجی را آتش می‌کرد و زیر درخت بید کنار استخر روی سفره چرمی می‌گذاشت، شریف جعبه هزار پیشه خود را که محتوای آن آلات وافور بود به دقت باز می‌کرد و اسباب فور و بطری کوچک عرق را مرتب دور خودش می‌چید و با تفنن مشغول می‌شد. گاهی غلامرضا مطیع و ساکت و سربزیر می آمد و به او تریاک می داد، مثل اینکه مشغول انجام مراسم مذهبی می باشد. غلامرضا پیرمرد لهیده‌ای بود که جزء اساسی خانه به شمار می رفت و مثل یک سگ به صاحبش وفادار مانده بود. از آن آدمای قدیمی خوشرو و بی آزار بود که برای هر گونه فداکاری برای اربابش آماده بود. فقط او بود که به وسواس‌های شریف آشنا بود و می توانست مطابق میلش رفتار بکند. چون شریف وسواس زیادی داشت و به تمیزی خیلی 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 اهمیت می داد. دائم دست و صورتش را می شست و به همه چیز ایراد می گرفت. غلامرضا توجه مخصوصی در شستن گیلاس آب، حوله ملافه و جارو زدن اتاقها مبذول می داشت تا مطابق میل اربابش رفتار کرده باشد. شریف پس از پایان تشریفات و مراسم وافور و حق چینی، چوب کهور و حتی تخت نرد سفری را که هر دفعه بی جهت بیرون می آورد به دقت پاک می کرد و با سلیقه مخصوصی در خانه بندی های جعبه سفری می گذاشت. بعد آلبوم عکس را که مثل چیز مقدسی جلد گرفته بود و با احتیاط آن را در می آورد ورق می زد، مثل اینکه تماشای آلبوم متمم و مکمل نشای تریاک بود. این آلبوم سینمای زندگی تمام گذشته او بود. همه رفقا و اشخاصی که در طی مسافرت‌هایش با آنها آشنا شده بود، عکس آنها را در این آلبوم گذاشته بود و یادبودهای دور و تأثیر انگیزی در آن تولید می‌کرد. تفریح دماغی شریف دیوان حافظ کلیات سعدی بود که سرحد دانش مردم متوسط به شمار می‌رود. اما در طی تجربیات تلخ زندگی یک نوع زدگی و تنفر نسبت به مردم حس می کرد و در معامله با آنها قیافه خونسردی را وسیله دفاع خود قرار داده بود. علاوه بر این یک کپک دست‌آموز داشت که به پایش زنگوله بسته بود برای اینکه گم نشود. یک سگ لاغر هم برای پاسبانی کپک نگه داشته بود که در مواقع بیکاری همدم او بود. مثل اینکه از دنیای پرتزویر آدم‌ها به دنیای بی تکلیف لاابالی و بچگانه حیوانات پناه برده بود و در انس و علاقه آنها سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آنها محروم مانده بود جستجو می‌کرد. یک روز طرف عصر که شریف پشت میز اداره مشغول رسیدگی به دوسیه قطوری بود، در باز شد و جوانی وارد اتاق گردید که از تهران به عنوان عضو مالیه آباده مأموریت داشت و کاغذ سفارشنامه خود را به دست شریف داد. شریف همین که سر خود را از روی دوسیه بلند کرد و او را دید یکه خورد. به طوری حالش منقلب شد که به زحمت میتوانست از تغییر حالت خود جلوگیری بکند. مثل اینکه یک رشته نامرئی که به قلب او آویخته شده بود دوباره کشیده شد و زخمی که سالها التیام پذیرفته بود از سر نو مجروح گردید. دنیا به نظرش تیره و تار شد. یک پرده کدر و مه آلود جلوی چشمش پایین آمد و منظره محو و دردناکی روی آن پرده نقش بست. آیا چنین چیزی ممکن بود؟ شریف این جوان را در یک خواب عمیق در خواب دوره جوانیش دیده بود و بهترین دوره زندگیش را با او گذرانیده بود. 21 سال قبل این پیش آمد رخ داد و بعد از او مانند یک چیز ظریف شکننده که مربوط به این دنیا نبود از جلوی چشمش ناپدید شد.
شریف نمیتوانست باور بکند در صورتی که خودش پیر و شکسته شده و در انتظار مرگ بود، چطور این جوان از دنیای مجهولی که در آن رفته بود جوانتر و شادابتر جلوی او سبز شده بود. احساس مبهمی که مربوط به یاد بوده دردناک رفیقش میشد قلب او را فشرد. به زحمت آب دهان خود را فرو داد. خرخره برجسته او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت. شریف این جوان را خوب میشناخت. با او در یک مدرسه بود. وقتی سن حالای او را داشت، نه تنها شباهت جسمانی و ظاهری او با محسن رفیق و همشاگردی او کامل بود، بلکه صدا، حرکات بی اراده، نگاه گیج و طرز سینه صاف کردن او هم شبیه رفیق ناکامش بود. اما در قیافه اش آثار تزلزل و نگرانی دیده می شد. به نظر می آمد که روح او از قید قوانین زندگی مردمان معمولی رسته بود. به همین جهت یک حالت بچگی و دمدمی داشت. شریف کاغذ سفارش نامه را جلوی چشمش گرفت، ولی نمی توانست آن را بخواند. خطها جلوی او می رقصیدند. فقط اسم او را که مجید بود خواند. با خودش زیر لب تکرار می کرد باید این اتفاق بیفتد. از آنجایی که همیشه در کارهای شریف گره می افتاد و مثل این بود که قوه شومی پیوسته او را دنبال می کند. در موقع تعجب این جمله جبری را با خودش تکرار میکرد. در زندگی یک نواخت او و روزهایی که میدانست مانند کلیشه قبلا تهیه شده و با نظم عقربک ساعت به حرکت افتاده بود، این پیش آمد خیلی عجیب غریب به نظر میآمد. بالاخره پس از اندکی تردید با لحن خیرخواهانه‌ای که از شدت استراب میلرزید از مجید اسم پدرش را پرسید. بعد از آن که مطمئن شد مجید پسر محسن است، به او گفت که پدرش از برادر صمیمی‌تر بوده با او و در یک مدرسه تحصیل می‌کردند و در اداره همکار بودند. سپس افسود مرحوم ابوی شما حق برادری به گردن من دارد. شما به جای پسر من هستید. وظیفه من این است که شما را به منزل خودم دعوت بکنم. بالاخره تصمیم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجید را به منزل خود راهنمایی بکند. اساسیه و تخت سفری او را پیش خدمت اداره برداشت و به طرف منزل شریف ره سپار شد. از میان دیوارهای گل سرخی و چند خرابی که دورش چینه کشیده بودند رد شدند. در طی راه شریف از مراتب دوستی و یگانگی خودش با پدر او صحبت میکرد تا اینکه وارد خانه بزرگ آبرومندی شدند که جوی آب و دار و درخت داشت و یک استخر بزرگ بی‌تناسب فضای باغ را اشغال کرده بود. این باغچه در مقابل منظره خشک و بیروح شهر به منظره واحه در میان صحرا به شمار می آمد. شریف با قدم‌های مطمئن‌تر و حالت سرشارتر از معمول راه می رفت. زیرا برای او این سرپرستی ناگهانی نه تنها یک نوع انجام وظیفه نسبت به دوست مردش بود، بلکه از آن یک جور لذت مخصوصی می برد. یک نوع احساس تشکر و قدردانی از رفیق مردش در او پیدا شده بود که پس از مرگش بعد از سالها دوباره تغییر گوارایی در زندگی یک نواخت او داده بود. برای اولین بار از سرنوشت خودش راضی بود. همین که وارد شدند، شریف به غلامرضا دستور داد که تخت خواب مجید را در اتاق پذیرایی بزند. سالن او عبارت از اتاق دنگالی بود که از قالی مفروش شده بود و یک رج درگاه به درازای آن دیده می شد و قرینه درگاه ها طرف مقابل 5 در روبه ایوان داشت. میز بزرگی وسط اتاق گذاشته بودند که از قالی پوشیده شده بود. یک جعبه قلم زده 6 ترک کار آباده روی میز و چند صندلی دور آن بود. شریف به عادت معمول لباسش را درآورد، با پیراهن و زیر شلواری به اتاق شخصی خودش رفت. پیش از اینکه جلوی بساط وافور بنشیند جلوی آینه رفت. این آینه که هر روز بر حسب عادت جلوی آن موهای تنک سر خود را شانه می کرد و نگاه سرسلکی به خود می انداخت، این دفعه بیش از معمول به صورت خود دقیق شد. دندانهای طلایی، پای چشم چین خورده، پوست سوخته و شانه‌های تولفته خود را از روی ناامیدی برانداز کرد. نفسش پس رفت. به نظرش آمد که همیشه اینقدر کریه بوده. یک جور نفرین، یک جور بغض گنگ نسبت به بیدادی دنیا و همه مردمان حس کرد. یک نوع کینه مبهم نسبت به پدر مادرش حس کرد که او را به این ریخ و هیکل پس انداخته بودند.
اگر هرگز به دنیا نیومده بود به کجا برمیخورد؟ اگر پررو و خوشمشرب و سرزباندار و بی‌حیا مثل دیگران بود، حالا یادبودهای گواراتری برای روزی پیریش اندوخته بود. آب دهانش را فرو داد، خرخری او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش ایستاد. در همین وقت مجید وارد شد. هر دو سر بساط نشستند. شریف مشغول کشیدن وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعید به مجید میداد که ورود او را به مرکز اطلاع خواهد داد و یکی دو ماه دیگر برایش تقاضای اضافه حقوق خواهد کرد. شام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجید برود، شریف پیشانی او را بوسید. مجید این حرکت را بدون تعجب یا اکراه به طور خیلی طبیعی تلقی کرد. شریف با خودش تکرار کرد: چه غریب است. بایستی این اتفاق بیفتد. بایستی. با دست لرزان آلبوم عکس را که یگانه نماینده تحولات مرتب و مطمئن قیافه او بود برداشت. با دستمال رویش را پاک کرد. جلوی نور چراغ برق می‌زد. در عکس بچگیش که پهلوی خواهرش ایستاده بود، لباس چروک خورده، نگاه متعجب داشت و لبخند زورکی زده بود، مثل اینکه می‌خواست خبر ناگواری را پنهان بکند. عکسی که با شاگردان مدرسه برداشته بود همین چشم‌های متعجب را داشت، به اضافه یک جور دلهره و هیجان در قیافش که دیده می‌شد که سعی کرده بود لاپوشانی کند. عکس فوری که در گاردن پارتی با محسن پدر مجید انداخته بود، چشمهای متعجب داشت، ولی این تعجب عمیق‌تر شده بود، مثل اینکه در خودش فرو رفته بود. رنگ عکس پریده بود. نگاهش دور و ناامید به نظرش جلوه کرد و دستش را روی شانه محسن گذاشته بود. در آن وقت 14-15 سال بیشتر نداشت. قیافه محسن محو و لغزنده به نظرش آمد، مثل چیز دمدمی و موقت که محکوم به نابود شدن است. این عکس را پسندیده که موهای مرتب روی سرش بود و روی هم رفته، وضع آبرومندتری از عکس‌های دیگر داشت. به دقت آن را از توی آلبوم درآورد. عکس آخری که در مازندران با محسن برداشته بود، محسن کاملا شبیه مجید بود، اما خود شریف با ریشی که چند روز نتراشیده بود و نگاه متعجبش مثل این بود که انتظار انهدام نسل بشر را می‌کشد. حالت سخت و زننده‌ای داشت که نپسندید. بعد به عکس‌هایی که در ولایات مختلف با اعضای ادارات و یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد. نه تنها این اشخاص مطابق یادبودی که در او گذاشته بودند در مقابلش مجسم می‌شدند، بلکه همه آنها را می‌دید که صدایشان را می‌شنید و نمی‌توانست آن قسمت از گذشته را دور بیاندازد، فراموش بکند، چون این یادبودها جزء زندگی او شده بود. تماشای این عکس ها امشب تأثیر غریبی در او گذاشت. احساس دردناک و خشنی بود، به طوری که نفسش پس رفت. یک رشته عدم موفقیت، دوندگی های بیهوده و عشق های ناکام جلوی او مجسم شد. شریف لبهایش می لرزید. نگاهش خیره بود. در رخت خواب که دراز کشید و پلکهایش را به هم فشرد، یک صف از رفیقهایش جلوی او ردیف ایستاده بودند که آخرش محو شدند. همه این صورتها از پشت ابر و دود موج می زدند. در میان دود می لغزیدند و یک زندگی جادویی به خود گرفته بودند. در آن میان محسن، رفیق، هم مدرسه‌اش از همه دقیق تر و زنده تر بود. فقط او بود که تأثیر فراموش نشدنی در شریف گذاشته بود و ورود ناگهانی مجید و شباهت عجیب او به پدرش این تأثیر را شدیدتر کرده بود. آیا مرگ ناگهانی محسن که جلوی چشمش مرده بود زندگی او را زهرآلود نکرده بود و از این به بعد در آخر هر مجلس تهمزه خاکستر در ذهنش میماند و احساس خستگی و زدگی میکرد؟ چیزی که در زندگی باعث ترس شریف شده بود قیافه زشتش بود. از این رو نسبت به خودش یک نوع احساس مبهم پستی میکرد و میترسید به کسی اظهار علاقه بکند و مسخره بشود. گویا فقط محسن بود که به نظر می آید با صمیمیت و یگانگی مخصوصی به او اظهار دوستی می نمود، مثل اینکه ملتفت زشتی ظاهری او نبود یا به روی خودش نمی آورد و یا اصلا شیفته صفات اخلاقی و نکات روحی او شده بود. یک جور عشق و ارادت برادرانه، یک نوع گذشت در مقابل او ابراز می داشت و گاهی که نسبت به دیگران همین صمیمیت را نشان می داد باعث حسادت شریف می شد.
حضور محسن یک نوع حس پرستش زیبایی در او تولید میکرد. صورتش، نگاهش، حرکات بی تکلیفش، حتی عادتی که داشت که همیشه مداد کپی را زبان بزند و گوشه لبش جوهری بود و حتی قهرهایی که سر چیزهای پوچ از هم کرده بودند. برایش همه اینها پر از لطف و کشش شاعرانه بود. آن وقت هر دوی آنها 16 سال داشتند. یادش افتاد یک روز عصر موقع امتحانات آخر سال بود. بعد از مذاکره خسته و کسل هر دو به قصد گردش تا بهجت آباد رفتند. هوا گرم بود. محسن که علاقه خاصی به شنا داشت دم استخر بهجت آباد لخت شد تا آبتنی بکنند. آب استخر سرد بود. بعد هم چند ره گذر سر رسیدند. محسن از شنا صرف نظر کرد. برگشت، خندید و نگاه گیج شرمنده خود را به صورت شریف دوخت. بعد دستپاچه رختهایش را پوشید، آمد کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانه او گذاشت. این حرکت خودنمایی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارایی را داشت و حس کرد که جریان برق و حرارت ملایمی بین آن دو رد و بدل می شد. شریف آرزو می کرد که تا مدت طویلی به همین حال بماند. اما محسن سر خود را نزدیک او برد به طوری که شریف نفسش را روی صورت خود حس کرد و گفت من کار دارم، زود برمیگردم. شریف گرچه سعی میکرد که حرکت طبیعی بکند ولی با ترس و استراب روی پیشانی محسن را بوسید، همون جوری که وقتی بچه بود. روز عید نوروز پدر بزرگش او را میبوسید، یعنی لبهای خود را با پیشانی او میمالید و برمیداشت. پیشانی محسن سرد بود. بعد بلند شدند. محسن این حرکت بی‌تناسب و اظهار علاقه او را بدون تعجب تلقی کرد، مثل اینکه باید اینطور اتفاق بیفتد. هنگام مراجعت شریف برای اینکه دل محسن را به دست آورده باشد، ساعت مکعب طلایی که پدرش به او داده بود را چندین بار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بچگانی آن را برانداز کرده بود درآورد و به محسن بخشید. محسن بیان که از آن توضیحی بخواهد و یا تشکر بکند ساعت را گرفت. نگاه گیجی به آن انداخت. شادی ساده و بچگانی در صورتش دیده شد و درخشید و بعد آن را در جیبش گذاشت. همان روز در بین راه محسن از روی بیمیلی برای شریف گفت که پدرش خیال دارد به او زن بدهد. این خبر تأثیر سختی در شریف کرد، زیرا قلبش گواهی داد که از یکدیگر جدا خواهند شد. شریف کینه و حسادت شدیدی نسبت به زن ندیده و نشناخته محسن حس کرد. اگرچه چند بار دیگر هم محسن با شریف به استخر بهجت آباد آمد و شنا کرد، اما مانعی در دوستی آنها تولید گردیده بود. فاصله‌ای بین آنها پیدا شده بود. بعد از امتحانات محسن عروسی کرد و از آن به بعد میان دو رفیق جدایی افتاد و به ندرت یکدیگر را می‌دیدند. ابتدا شریف از محسن متنفر شد، ولی از آنچه رفیقش را سرزنش میکرد به سر خودش آمد. چون در همین اوان مسافرتی به عنوان دیدار خویشاوندانش به آباده کرد. در آنجا اقوامش دور او را گرفتند و وادار شد که دختر خاله‌اش را بگیرد. یعنی با در نظر گرفتن الحاق املاک شریف به املاک عفت که از پدرش ارث برده بود و از این قرار املاک پدرش که در سورمک نزدیک گنبد بهرام واقع شده بود به املاک زنش متصل می شد. اما شریف به هیچ وجه کله محاسبه و برآوردهای اقتصادی را نداشت. بالاخره مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت. همین که شریف را با عروس دست به دست دادن و در اتاق تنها ماندن، عفت شروع به خنده کرد. یک جور خنده تمام نشدنی و مسخره آمیز بود که تمام رگهای شریف را خرد کرد. شریف ساکت کنار اتاق نشسته بود و جزئیات صورت زنش را با صورت مادر زنش مقایسه می کرد. چون دختر و مادر شباهت تامی با یکدیگر داشتند و حس میکرد همین که زنش پا به سن میگذاشت به هیچ وسیله جلوی زشتی او را نمیتوانست بگیرد، تا موقعی که نسخه دوم مادرش سر موضوعهای پوچ پیش چشمش مجسم گردد. خنده عفت مزید بر علت شده بود نه تنها به او ثابت شد، بلکه حس کرد که این زن یک جور جانور غریب پستاندار بود که برای سرگردانی او خلق شده بود. خودش را به ناخوشی زد. شب را زیر شمدی که بوی صابون آشتیانی می داد خوابهای آشفته دید و فردا صبح بدون خدا نگهداری عازم تهران شد.
بعد دختر خالش رسوایی بالا آورد و پدرش جریمه این ناپرهیزی را خیلی گران پرداخت. در غیبت شریف، محسن توسط یکی از اقوام با نفوذ خود وارد اداره مالیه شده بود، برای اینکه هر چه زودتر داخل زندگی اجتماعی بشود و سرانجام بگیرد. به اصرار محسن، شریف هم به توسط اقوام او معرفی و وارد مالیه شد و هر دو مأمور مالیه مازندران شدند. در مازندران یک جا منزل گرفته و یگانه تفریح آنها بازی تخت نرد بود و روزهای تعطیل را به شهسوار می رفتند. محسن که علاقه و شوق زیادی به شنا داشت، کنار دریا محل دنجی را برای شنا و آبتنی انتخاب کرده بود. شریف هنوز خوب به خاطر داشت یک روز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن به عادت معمول لخت شد و در آب رفت. اگرچه شریف جدن با این کار مخالفت کرد، زیرا آب دریا به طور غیر ارادی در کش و قوس بود، ولی محسن به حرف او گوش نداد. محسن به خودش مغرور بود، با وجود ترس و دلهوری که در قیافش دیده می شد سماجت ورزید و شریف را مسخره کرد که از آب می ترسد و بعد با حرکتی بی اعتنا و مرددی داخل آب شد. با بازوهای لاغر و سفیدش که رگهای آبی داشت، امواج را می شکاف و از ساحل دور می شد. آب کم کم بالا می آمد. شریف هنوز که به این منظر خیره شده بود، ناگهان ملتفت شد، دید محسن دستش را به طرف او تکان داد و گفت بیا. مثل صدایی که در خواب می شنود. اما او کاری از دستش بر نمی آمد. هرگز شنا بلد نبود. به علاوه کسی هم در آن نزدیکی دیده نمی شد که بتواند به او کمک بکند. او گمان کرد که شوخی است. با دهن باز و حالت مردد به محسن نگاه می کرد. محسن حرکت دیگری از روی ناامیدی کرد، مثل اینکه از او کمک می‌خواست. با کوشش فوق‌العاده‌ای دستش را بلند کرد و با صدای خراشیده‌ای گفت بیا، و غرق شد. آب او را غلطانید، موج‌ها روی هم می‌لغزیدند. شریف مات و متحیر سر جای خود خشکش زده بود. فقط موج‌های سبز رنگ را می‌دید که روی هم می‌لغزیدند و دور می‌شدند. به قدری متوحش شد که جرأت حرکت یا فکر از او رفته بود و همینطور خیره به دریا نگاه میکرد. امواج به پیچ و تاب خود میافزودند و آب تا زیر پای او روی ماسه ها بالا آمده بود. موجهای پرجوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفید دیده میشد میآمدند و زیر پای او روی شنها خرد میشدند. باران ریز سمجی شروع به باریدن کرد. هوا تاریک می شد. شریف بی اراده برگشت و با گام های سنگین زیر باران به طرف جنگل رفت و با احساس مخصوصی که به نظرش می آمد از دنیا و موجوداتش بی اندازه دور شده است، همه چیز را از پشت پرده کدری می دید و صدای خفه‌ای بغل گوشش تکرار می کرد تو پست هستی، تو آدم کشی. در این موقع مرگ به نظر او بی اندازه آسان و طبیعی می آمد. زندگی به نظرش جز فریب مسخره آلودی بیش نبود. آیا 4-5 ساعت پیش با محسن روی چمن نهار نخورده بود؟ محسن که آنقدر سر دماغ، چالاک و دلربا بود، تهدید را با چه لذت و اشتهایی کروچ کروچ می جوید. بعد همینطور که روی سبزه دراز کشیده بود، برای او جست گریخته درد دل می کرد که زنش آبستن است و مدتی است که از او کاغذی نرسیده. ولی از ترس مالاریا و تکان راه او را در تهران گذاشته بود. از نقشه آینده خودش، از تفریحاتش صحبت میکرد. اولین بار بود که او صحبت جدی با شریف میکرد. حالا مثل شمعی که فوت بکنن مرد و خاموش شد. آیا همه اینها حقیقت داشت؟ آیا خواب ندیده بود؟ او مرده بود؟ مثل اینکه تا این لحظه به معنی مردن دقیق نشده بود و تن او بدون دفاع مانند گوش ماهی های مرده و خرده ریزهای دیگر در زیر امواج دریا که زمزمه جدایی می کردند بی تکلیف به دست هوا و هوس موجها سپرده شده بود. می لغزید و دور می شد. فقط یک دسته کلاغ سیاه کنار دریا زیر باران در سکوت پاسبانی می کردند. شریف برای اولین بار با خودش گفت باید این اتفاق بیفتد. اما چرا؟ چرا؟ چرا باید؟ تا 2 روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو به نظر شریف جلوه می کرد. مثل این بود که همه چیز را از پشت پرده کدردود می بیند. سرش گیج می رفت، اشتها نداشت و به هیچ وسیله‌ای نمی توانست به خودش دلداری بدهد. در صورتی که به این آسانی می شد مرد، اما می خواست که بمیرد و بعد از چند ساعت آب دریا تن او را مانند چیز بی مصرفی کنار ساحل بیندازد.
و دوباره زمزمه افسونگر و غمناک خود را شروع بکند. قوه مرموزی او را به سوی این امواج که همه بدبختی ها را می شست و آرزوهای موهوم زندگی را با خودش می برد می کشند. صدای موجها بیخ گوشش زمزمه می کردند. بیا بیا. آب تیره دریا او را به سوی خودش می خواند، اما صدای دیگری به او می گفت: تو پست هستی، تو جانی هستی، چرا برای نجات دوستت اقدامی نکردی؟ این پیش آمد به قدری در خاطر شریف زنده بود که نه تنها جزئیات آن را هنوز به یاد می آورد، بلکه در گیر و دار آن شرکت داشت. هر دفعه که به ساعت مکعب محسن نگاه می کرد، وقایع گذشته جلوی چشمش نقش می بست. چون دو روز قبل از این پیش آمد، محسن ساعت مکعب را به او داده بود که برای مرمت به ساعت ساز بدهد. اتفاقا ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم آن را مثل چیز مقدسی با خود داشت. شریف بالاخره از مأموریت استعفا داد و به تهران برگشت. چندین بار جویای زن و بچه محسن شد، ولی اثری از آنها به دست نیاورده و به مرور ایام این خاطرات از نظرش محو شد. اما ورود ناگهانی مجید تأثیر غریبی در او کرد و زندگی قویتر و دردناکتری به این یادبودها بخشید. حالا همزاد زنده رفیقش از گوشت و استخوان جلوی او نشسته بود. کی میدانست، شاید خود او بود، چون پیری محسن را که ندیده بود. در همین سن و یا همین قیافه را ندانم، رفیقش ناگهان از نظر او ناپدید شد. شریف پی برد که محسن نمرده بود، بلکه روح او در جسم این جوان حلول کرده بود. شاید این دلیل و برگه زندگی جاودان بود. شاید همین چیزی که از زندگی جاودان میگفتند مبدأ خود را از همین تولید مثل گرفته بود. پس از این قرار محسن نمرده بود، در صورتی که او تا ابد میمرد، چون از خودش بچه نگذاشته بود. در این حال شادی عمیقی به او دست داد که به کلی نیست و نابود خواهد شد. عقربک ساعت مکعب دقایق او را که به سوی نیستی میرفت میشمرد. شریف در رخت خواب غلط می‌زد. با فکر محسن به خواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که به فکر مجید از خواب پرید. خمیازه کشید. حس کرد که خسته و کوفته است. دهنش بدمزه بود. بلند شد جلوی آینه، نگاهی به صورت خود انداخت. پای چشمهایش خیز داشت. چینهای صورتش عمیق‌تر شده بود. موهایش جولیده بود و یک رگ از کشاله ران تا پشت کمرش تیر می‌کشید. بعد رفت با احتیاط از لای درز در اتاق مهمانخانه به تخت مجید نگاه کرد. یک تکه از روشنایی پنجره روی صورت او افتاده بود. صورتش حالت بچگانی داشت و لبهایش گل انداخته بود و دانه های عرق روی پیشانی او می درخشید. دستش را با مشت گره کرده از زیر شمد بیرون آورده بود. به نظرش مجید یک وجود روحانی و قابل ستایش جلوه کرد. به عادت هر روز شریف زیر درخت بید کنار استخر پهلوی بساط ناشتایی نشسته بود و سیگار میکشید که مجید آمد پای چاشت نشست. بعد از سلام و تعارف شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند از او پرسید که ساعت دارد یا نه. پس از جواب منفی مجید، شریف دست کرد ساعت مکعبی که یک بار به پدرش بخشیده بود را در آورد و گفت: این امانتی است که از پدرتان پیش من مانده است. مجید ساعت را گرفت، نگاه سرسرکی به آن انداخت، مثل اینکه جانور عجیبی را دیده باشد. خوشحالی بچگانه اما گذرنده‌ای در چشمهایش درخشید. بعد ساعت را در جیبش گذاشت، بیان که اظهار تشکر کند. شریف زیر چشمی او را میپایید. در این لحظه او با یادبودهای ایام جوانیش زندگی میکرد و جزئیات یادبودهای دنیای گمشده‌ای که مانند خواب با پدر مجید گذرانده بود جلوی چشمش مجسم شده بود. از تمام حرکات مجید، حتی طرز نان خوردن اون انعکاس از پدرش جستجو میکرد و در مجید که نسخه ثانی پدرش بود کاملا آرزوی شریف را برآورده میکرد. بعد دست کرد با احتیاط عکسی را از بغلش درآورد، به دست مجید داد و گفت: این عکس فوری را با مرحوم پدرتان در گاردن پارتی برداشتیم. آن وقت من هنوز حسبه نگرفته بودم که موهای سرم بریزد. مجید نگاهی از روی بیمیلی به عکس انداخت، گویی عکس بیگانه‌ای را دیده است، و به زمین گذاشت. بعد نگاه گیجی به صورت شریف کرد، انگار که تا این موقع ملتفت تاسی سر شریف نشده بود. شریف عکس را برداشت و بلند شد و با مجید به اداره رفتند.
دو هفته زندگی افسون آمیز شریف به طول انجامید و او با پشتکاری خستگی ناپذیر مجید را به ریزکاری های اداره و رموز محاسبات آشنا کرد. به همین علت مجید طرف توجه سایر اعضای اداره شد. در زندگی اداری و داخلی شریف نیز تغییرات کلی حاصل شده بود. پشت میز اداره به کارها بیشتر رسیدگی و دقت میکرد. هر هفته که به سرکشی دهات اطراف آباده میرفت، مجید را به عنوان منشی مخصوص همراه خودش میبرد. در خانه از غلام رضا ایرادات بنی اسرائیلی نمیگرفت. وسواس تمیزی از سرش افتاده بود و در هر گیلاسی آب میخورد. به نظر میآمد که شریف دوباره با زندگی آشتی کرده. غذا را با اشتها میخورد، چشمهایش برق افتاده بود، زیرا زندگی گمشده خود را از نو به دست آورده بود، آن هم در موقعی که زندگی او را محکوم کرده بود. شبها مجید لاابالی و بی تکلیف میامد دم بساط بافور مینشست، با شریف تخت نرد میزد، با هم صحبتهای دریوری میکردند و همیشه پیش از اینکه برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه میبوسید. یک نوع حالت پرکیف، یک جور عشق عمیق و مجهول در زندگی یک نواخت. ساکت، تنها و سرد شریف پیدا شده بود که ظاهراً هیچ ربطی به عوالم شهوانی نداشت. یک جور اطمینان بی‌طرفی، سیری و استقنای طبع در خودش حس می‌کرد و در عین حال احساس پرستش مبهم و فداکاری پدرانه‌ای نسبت به مجید آشکار می‌نمود. او وظیفه خود می دانست که از مجید سرپرستی بکنه، مواظب به اخلاق و رفتارش باشد. آیا مجید جای بچه خود او نبود؟ آیا ممکن بود که شریف بچه خودش را تا این اندازه دوست داشته باشد؟ یک روز گرم تابستانی که آسمان از ابرهای تیره پوشیده شده بود، در اداره مالیه کار فوق‌العاده‌ای پیش آمد کرد. از یک طرف مفتش تهدید تریاک از مراکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیون‌های اداری مانع شد که شریف ظهر به خانه برود. نهار را در اداره خورد و غلامرضا با تردستی مخصوصی در اتاق آبدارخانه اداره بساط وافور را برپا کرد. شریف به عجله مشغول رسیدگی کارهای اداری شد و یکی دو بار مجید را احضار کرد، ولی مجید به اداره نیامده بود. هوا گرگومیش بود که غلامرضا هراسان به اداره آمد و به زور وارد اتاق کمیسیون شد. قیافه او به اندازه‌ای گرفته بود که شریف یکه خورد. از پشت میز بلند شد و به عجله پرسید مگر چی شده؟ گفت آقای مجید خان تو استخ خفه شده. من وقتی که زور برگشتم دیدم در از پشت بسته است. چند ساعت انتظار کشیدم، بعد از خانه همساده وارد شدم، دیدم نعش آقا مجید روی آب اومده. شریف آب دهنش را فرو داد، خرخره‌اش حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت. بعد با صدای خفه‌ای گفت پس دکتر رو خبر نکردی؟ آقا کار از کار گذشته، تنش سرد شده، روی آب اومده بود، نعش رو بردم در ایوان گذاشتم. طعم تلخ مزی در دهن شریف پیچیده، با گام‌های سنگین از اتاق کمیسیون بیرون رفت. هوا خفه و تاریک بود. باران ریزی میبارید. عطر مسکننده زمین و بوی برگهای شسته در این شب اول تابستان در هوا پراکنده شده بود. شریف از چند کوچه گذشت. غلامرضا ساکت ماند و مانند سایه دنبال او میرفت. در خانه اش چارتاق باز بود. چراغ توری در ایوان میسوخت. نعش مجید را در ایوان گذاشته بودند. رویش یک شمد سفید کشیده بودند. زلف‌های خیس او از زیر آن پیدا بود و به نظر می‌آمد که قد کشیده است. شریف پای ایوان زیر باران ایستاد. ناگهان نگاهش به استخر افتاد که رویش قطره‌های باران جلوی روشنایی چراغ چشمک زن چشمک می‌زدند. نگاه او وحشت زده و تهی بود. این استخر که آنقدر دقایق آرامش و کیف خودش را در آن گذرانیده بود، یک مرتبه سر تا سر زندگیش در این شهر، میز اداره، بساط وافور، درخت بید، کبک دست‌آموز و تفریحاتش همه محدود و پست و مسخره‌آمیز جلوه کرد. حس کرد که بعد از این زندگی در این خانه برایش تحمل ناپذیر است. به آب سیاه و عمیق استخر که مثل آب دریا بود خیره شد. به نظرش آب استخر یک گوی بلورین آمد، اما این هیکل انسانی که در این گوی دست و پا میزد که بود؟ در این گوی او مجید را میدید که بازوهای لاغر سفید خود را که رگهای آبی داشت در آن تکان میداد و به او میگفت بیا بیا. چه جانگداز بود. پرده تاریکی جلوی چشم شریف پایین آمد.
از همان راهی که آمده بود با قدم‌های گشاده و بی‌اعتنا برگشت. دست‌ها را به پشت زد، زیر باران از در خانه بیرون رفت، همان حالتی که در موقع مرگ محسن حس کرده بود دوباره در او پیدا شد. با خودش تکرار می‌کرد باید این اتفاق افتاده باشد. جلوی چشمش سیاهی می‌رفت. باران تندتر شده بود اما او ملتفت نبود. منظره‌های دوردست مازندران محو و پاک شده بودند، مثل اینکه از پشت شیشه کدر همه چیز را می‌بیند. جلوی چشمش نقش بسته بود و صدایی بیخ گوشش زمزمه می‌کرد: تو رزل هستی، تو جانی هستی. این جمله را سابق بر این در خواب عمیقی شنیده بود. او با تصمیم گنگی از منزلش خارج شده بود که دیگر به آنجا بر نگردد. حس می کرد در دنیای موهومی زندگی می کرد و کمترین ارتباطی با قضایای گذشته و کنونی ندارد. از همه این پیش آمدها دور و برکنار بود. باران دور او تار تنیده بود. او میان این تارهای نازک شده خیس بود و دانه های باران مثل جانورهای لزجی بودند که این تارها را می گرفتند و پایین می آمدند. شریف مانند یک سایه سرگردان در کوچه های خلوت و نمناک زیر باران می گذشت و دور می شد. خب دوستان، این بود کتاب بن‌بست، داستان بن‌بست، یعنی از کتاب سگ ولگرد آقای صادق هدایت. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش حتما بزنید و خیلی ممنون میشیم اگر که ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید و حتما انتقاد یا پیشنهادی هست در قالب کامنت برامون بنویسید که خیلی بهمون کمک میکنه. خیلی 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 سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.